سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. ببینید، در گرفتن مضراب تار یه سری نکات هست، حتما ما در این ویدیو بهش اشاره میکنم که برای همیشه بتونید مضراب تار رو در صحیح ترین حالت ممکن خودش بگیرید. اول مضرابی رو که انتخاب میکنید برای ساز تارتون، مضراب خیلی بزرگ و بلندی نباشه، یه مضراب جمع جور این حالت باشه با لبه ای که خیلی تیز نباشه، حالت گرد باشه که راحت تر سیم رو رد کنه برای هنرجو بهتر. یعنی شما برای شروع کاری همچین مضرابی رو انتخاب نکنید که در واقع ارتفاع زیادی داره و لبه خیلی تیز داره. هم برای مضراب زدن شما مشکل برمیخورید، سختتر کار با این مدل مضراب ها و برای هنرجو اصلا ساخته نشده و فرمش درست، فرم موم اطرافش درست حالت داده نشده که شما بتونید مضراب رو صحیح بگیرید دستون. پس اگر من در واقع آموزشی گرفتن مضراب رو هم در این ویدیو صحیح بهت بدم، ولی یه همچین مضرابی داشته باشه که نه مومش تنظیم باشه نه ارتفاعش برای هنرجوی کار هنرجوی مناسب باشه، شما نخواهی توانست صحیح و در سلامت کامل مضراب بزنید. حالا یه مضراب جمع جور معمولا به اندازه یه بند انگشت طول مضرابتون باشه کافی برای استارت کار. خب دقت کنید که موم اطراف مضراب گرد باشه و به عبارت دیگه بچه میان چی کار میکنن؟ اونجوری فشارش میدن و مربعیش میکنن و مضراب رو این حالت میگیرن. این کاملا غلطه. شما این در واقع بر راحتی کارتون به شما این کار انجام ندید و بذارید موم مضراب گرد باشه، بالانس باشه و لختی مضراب، قسمت فلزی مضراب زیاد نباشه. بازم مثال میزنم، این مضرابی که شما میبینید، میبینید که لختی مضراب خیلی زیاد و فلز خیلی زیاد داره. هنرجو هنگام مضراب زدن احتمالاً بزنه به پوست و پوست رو پاره کنه. اوکی، حالا وقتی که میگم مضراب رو به چه صورت در دست بگیری، شما باید مراحل گرفتن مضراب رو در دست دونه دونه بدونی، بنویسی، یادداشت کنی و انجامش بدی. همینجوری نیست مضراب بگیری دست تار بزنی. خب به ترتیب انجامش بده لطفاً. یادداشت کن مرحله یک دست رو به این حالت در میاری، حالتی که پشت مچ صافه. مرحله دوم از بند دوم دست رو میشکنی به صورتی که پشت دست صاف باشه. پس شد مرحله یک، مرحله دو. مرحله سوم انگشت سبابت رو صاف میکنی به این حالت که در واقع در راستای سایر سیم ها، سایر انگشتان شما باشه. از این بالا که داری نگاه میکنی مثلا اینجوری نباشه یا انگشتان به این صورت نیفتاده باشن. پس یه بار دیگه یک، دو، سه تا مرحله کار کرد. مرحله چهارم مهمترین مرحله است. ببین مضراب رو در پهنای ناخن انگشت وسط خود بذار، یعنی اینجا. حالا اکثر بچه میذارنش اینجا رو بند آخر انگشت، این کاملا اشتباهه و اینجا میگیرنش. نه، روی پهنای ناخن اینجا میذاریش. خب پس شد یک، دو، سه، چهار. مرحله پنجم اثر انگشت سبابت رو پشت مضراب میذاری به این صورت. پس یک، دو، سه، چهار، پنج، ششم انگشت شستت رو به صورت صاف، اینجوری نه صاف، میذاری جوری که اینجا یه درزی واز باشه. این قسمت انگشتم این قسمت دست منم به اندازه یک انگشت فاصله داشته باشه و این داخل دستم که جمع شده یه انگشت بیشتر نره. حالا چرا اصلا باید مضراب به این حالت باشه؟ ببین، شما وقتی میخوای خرک ساز رو بعد دست رو وارد ساز میکنی، خرک تار اینجا میفته. خب شما باید جوری مضراب بزنی که هم نرمی دستت اگه خرک باشه رو خرک ساز حرکت کنه، هم سر مضراب رو سیم. یعنی دو تا تاچ دارید هنگام مضراب زدن، یکی تاچ نوک مضراب و یکی تاچ نرمی دست. حالا اگه ما دستمون رو اونجوری افتاده قرار بدیم که سر مضراب جلوتر از نرمی دست قرار میگیره و مضراب میره داخل پوست، هستن تنظیم نمیشه. خیلی هم ببریمش عقب که یا مچو بشکنیم این حالت که باز از تنظیم در نمیاد. پس پشت مچ دستت باید صاف باشه، جوری دست وارد ساز کنی که نرمی دست روی خرک تاچ کنه، سر بخوره، کنترل صدا داشته باشی با اون. و چی؟ سر مضراب روی سیم ها، نوک مضراب، نوک نوکش ها حرکت کنه به این صورت. مضراب رو از بالا میزنیم به این صورت، دور میدیم و از پایین به بالا از این زاویه دور میدیم. خیلی نرم جور حرکت میکنیم که روی ستاق خرک آرومی نرمی دست حرکت کنه و بازی کنه. ولی خب این ویدیو مختص بود در مورد هولدینگ مضراب و اینکه اگه فرم مضراب خوب انتخاب نکردی، شما موفق نخواهید شد
درست مضراب بزنید. یه همچین مضرابی استانداردترین مضراب برای هنرجو است که میخواد سالم و در سلامت کامل شروع کنه مضراب زدن ساز تار. میبینیدش اینه دیگه. نمیدونم این مضراب هایی که لبه دارن و مضراب هایی که خیلی در واقع پهنای زیادی دارن و مضراب های شاخ و وایسا، این هم بهتون نشون بدم مضراب هایی که نوک تیز دارن و اینا کامل ردن برای هنرجوی تازه کار. خب اینا برای سبک های مختلف نوازندگی هن. اصلا شما نیاز ندارید این مدل مضراب کار کنید. یه مضراب کوتاه و اندازه یه بند انگشت بدون لبه، بدون پهلو تیز و با سری نرم، یعنی لبش تیز نباشه دیگه، میبینید سنباده بخوره به این صورت که قشنگ تو دستت به این صورت جا بگیره، این قسمت دستت خالی، اینجا هم یه انگوش، شروع کنی به مضراب زدن. این بهترین توضیحاتی بود که من میتونستم در مورد هولدینگ مضراب ساز تار بگم. بعدها این حالتش که داخل دستت جا افتاد، شما میتونید همه مدل مضراب رو امتحان کنید، اصلا مضراب رو به حالتهای دیگه هم میتونید تجربه کنید، اشکال نداره، ولی بیس صحیحش رو یاد بگیرید که این حالت و در واقع بقیه مسیر برای شما هموار خواهد شد. امیدوارم که این ویدیو بچه ها براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم که از کانال و پیج ما حمایت کنید.